او د لباس لپاره هم د مال د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی جنت فهیم چکری راسره مل دی. چکر صاحب سلام، مننه چې وخت مو راکړ. د افغان ترانس پروژه د افغانستان، پاکستان او ازبکستان لپاره څومره ارزښتمنه پروژه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما مردم شجاع افغانستان. بدون شک افغان ترانس یکی از پروژه های مهمی هست که آسیای مرکزی را به جنوب آسیا وصل میکنه. یعنی در حدود 2 میلیارد انسان از مزایای از این پروژه مستفید میشه. حق ترانزیت افغانستان به این پروژه بسیار زیاد واضح است و میتونه که افغانستان از حق ترانزیت استفاده بیشتر ببره. و از طرف دیگر تطبیق از این پروژه برای مردم افغانستان بسیار مؤثر و مفید است، به خاطر که افغانستان از لحاظ جی اکانومیک و از مهاد به خشک است و نیاز از این را داره که انتقال اموال و کالاها باید با کمترین هزینه از یک نقطه به نقطه دیگه انتقال پیدا بکنه و راه آسانش و مصارف کمتر که در انتقال کالاها به میان میاد بحث ترانسپورت خط آهن است. و افغان ترانس بعد از این، چون با ازبکستان هم یک از کشورهایی هستند که نیمه صنعتی است و آیسای سمیره به طرف صنعتی شدن، این بسیار نیاز جدی داره که کالاهای خود را به جنوب آسیا انتقال به تو. بعد از این احتمالاً این که وضعیت امنیتی در چابهار به طرف خرابی میره، راه بسیار مسکون و آرام برای آسیای مرکزی که کالاهای خود را انتقال بده به جنوب آسیا و از برعکسش به همین ترتیب هم که فکر بکنیم کالاهای جنوب آسیا، چون پاکستان هم کشور نیمه صنعتی است، نیاز جدی به آسیای مرکزی و به کشورهای یوراسیا داره که کالاهایش باید انتقال پیدا بکنه. یعنی در نهایت این را گفته میتونم که تطبیق پروژه های بزرگ و پروژه هایی که چند کشور در بر میگیره هم برای اقتصاد افغانستان مفید است و از طرف دیگه ثبات اقتصادی میدانه که ثبات سیاسی را هم تامین بکنه. بالاخره پاکستان را وادار به این میسازه که باید در داخل افغانستان وضعیت امنیتی خوب باشه که کالاهای تجارتی تبادله صورت خو یو بس پاکستان په تړاو داشتون لري چې اوس مهال دغه هیواد په سخت اقتصادي بحران کې قرار لري او له هر اړخه په اقتصادي پلوه ځپل شوی دی. څه فکر کوئ د داسې یو لوی پروژې تطبیق د اوس لپاره د پاکستان په وس او توان کې پوره ده او که نه؟ تطبیق از این پروژه مصارفش به دوش پاکستان نیست، گرچه که قسمی که شما فرمودین میخوایم یک چند مورد علاوه بکنم که پاکستان یکی از کشورهایی است که 60% مردمش تحت خط فقر است. از چنایی ها قصدار هستند، از صندوق وجهی بین المللی پولی، از بانک جهانی قصداریشان بیشتر هستند و حکومتشان نیاز جدی از این داره که باید قرضهای خود را تامین بکنه و برای افرادی که تحت خط فقر هستند که در حدود 60% است، برای اونا باید رسیدگی صورت بگیره. آمار بیکاری به شدت در پاکستان بسیار بالا است، تورم بیداد میزنه، حالت سیاسی هم ثبات خود را از دست داده. پاکستان با وجودی که در این مشکلات ها وجود داره، اما تطبیق از این پروژه های کلان را کشور ازبکستان و کشور بانک آسیایی و بانک جهانی این مصارف ها را بر عهده میگیره، اما تطبیق مصارف بالای پاکستان. خوشکری سب دغه همکاری د نړیوال بانک له لوري او همدارنګه د آسیا پراختیایي بانک له لوري خو بلایوازه نه دي، نو کله چې دا پروژه تطبیق کیږي او بشپړ کیږي نو خامخا هغه مصرف چې دغو دوو بانکونو کړي دي د قرضې په شکل سره له هیوادونو څخه به بیرته ترلاسه کوي. فکر کوي چې پاکستان به د دې جوګه شي چې هغه اندازه پیسې چې په دغه پروژه لګول کیږي بیرته ور وسپاري؟ خو تانوس پاکستان بسیار متحد به پرداخت قرضهای قبلی خود، نه به کشور چین بوده، نه به بانک جهانی بوده، نه به صندوق وجهی بین المللی پولی بوده. پاکستان چالش های بزرگ خود را و عدم تعهد خود را
بر جهان ثابت کرده، اما باز هم کشورا کوشش میکنه که پاکستان را، چون مناسبات دیگه هم دارن با پاکستان، اگر ببینیم از یک طرف امریکا بسیار تلاش میکنه که پاکستانیا از پای نفتند هم به قوه مسلحشان کمک میکنه و خرچ وزارت، خصوصا وزارت دفاع و داخله و استخباراتش را پرداخت میکنه، و چینایی هم بسیار کوشش میکنه که با پاکستان کمک های مالی بکنه تا دوباره وضعیت اقتصادیش ثبات نسبی را بگیره که امو قرضی های قبلیشان را دوباره برشان پرداخت بکنن. یعنی در نهایت پول بالایشان حساب میشه، اما پاکستانی مکلفیت خود را داره که باید پولهای که کشورها برشان قرض میتن و پاکستان متحد و پرداخت پول هستن، او پولا باید، پولا را پاکستان باید بپردازه و در آینده کوشش بکنه که تعهد شکنی نکنه. باز در صورتی که تعهد شکنی بکنه، احتمالاً باز پاکستان امو ارزش بین المللی خود را از دست بده. فعلا هم پاکستان در وضعیت خوب قرار ندارد، در لست گری سازمان ملل متحد است که باز در لست سیاه احتمالاً که شاید سقوط بکنه. در سیاسی ثبات د نشټوالي په صورت کې فکر کوي چې پاکستان به وکولی سي هغه مرستې چې امریکا او چین تاسې یادونه وکړله دوی سره ترسره کوي تر څو یو نسبتا اقتصادي ثبات ته ورسیږي، و به کولی سي چې اقتصادي ثبات ته ورسیږي په داسې حال کې چې سیاسي ثبات ویل کېږي په دې هیواد کې شتون نه لري؟ خب تا زمان را امریکا کوشش میکنه که پاکستان را استوار و استیبل بسازه و نگاه بکنه که منافع امریکا را پاکستان در آسیا عملی میسازه. در آسیا دو کشور بسیار مهمه را که در گذشته ها انگلیس ها و فعلا امریکایی ها حمایه میکنه که یکی اسرائیل است و دوم پاکستان است. این دو کشور هیچ وقت امریکا فعلا از دست نمیده که اقتصادش از هم فرو بپاشه، کوشش میکنند که وضعیت اقتصادیش هم به طرف ثبات ببرند. یعنی در آینده ها احتمالاً که وضعیت پاکستان حالت ثبات خود را میگیره، در صورتی که باز پاکستانی ها زیاد خیانت به وطن خود بکنه احتمالاً که سقوط بکنه و تجزیه شود. در اقتصاد چارشانی که خاقل جنت فهم چکری منانو چی مکتم وقت را کرد.